ساعت 7 تفسیر خبر هر روز از صدای آمریکا. ساعت 7 تفسیر خبر، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان. با درودهای بسیار، من جمشید شالنگی همراه شما آغاز میکنم ساعت 7 تفسیر خبر، نخستین برنامه از شبکه تلویزیونی صدای آمریکا را در ساعت 7 بعد از ظهر تهران 10:30 بامداد دوشنبه در واشنگتن. حلاجی یا تفسیر و تحلیل مهمترین خبرها و رویدادها در ارتباط با ایران و مردم ایران، زمینه گفتگوهای ما با کارشناسان و صاحب نظران در برنامه ساعت 7 تفسیر خبر خواهد بود. با صدای آمریکا باشید. اسناد و مطبوعات نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اقدام حجت الاسلام صادق خلخالی قاضی القضاة دادگاه‌های انقلاب را در مورد حمله با بولدوزر برای تخریب تخت جمشید ثبت کردند و نیز این موضوع را که این اقدام در برابر اعتراض مردم مردشت که در برابر بولدوزرهای مهاجم دست به هم داده بودند عملی نشد. سالها بعد پس از جنجالی چند ساله، جمهوری اسلامی سرانجام تصمیم گرفته است آبگیری سد سیوند در استان فارس را آغاز کند. بسیاری از باستانشناسان و کارشناسان میگویند این اقدام بسیاری از آثار باستانی در دشت پاسارگاد را نابود میکند و آرامگاه باستانی کوروش در منطقه را نیز از میان خواهد برد. 47 سازمان غیر دولتی در ایران به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند و کمیته بین المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد پیامدهای آبگیری سد سیوند را با اشاره به نابود کردن مجسمه تاریخی بودا در افغانستان پا بر جای پای طالبان برای تخریب گنجینه‌های بشری توصیف کرده است. آیا هدف جمهوری اسلامی از آبگیری سد سیوند آنگونه که برخی کارشناسان میگویند نابودی آثار باستانی در منطقه است؟ آیا آنگونه که مخالفان جمهوری اسلامی میگویند انگیزه این اقدام ضدیت با تاریخ و هویت ملی ایران و مردم این کشور است؟ اینها و پرسش های دیگر را در این زمینه با خانم شکوه میرزادگی، نویسنده روزنامه نگار و از مسئولان کمیته بین المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد در دنور کلرادو هستند، با آقای فرامرز فروزنده، کارشناس برنامه ریزی و بودجه در لس آنجلس، و در استودیو با دکتر بهرام بهرامیان، استاد انتقال تکنولوژی در دانشگاه مریلند آمریکا، در میان می‌گذاریم. در آغاز ما تماس تلفنی مستقیمی داریم با دکتر پرویز ورجاوند، استاد باستانشناسی و تاریخ در ایران. با درود به شما آقای ورجاوند. با درود به شما و بینندگان عزیز برنامه شما. آقای ورجاوند، شما به عنوان یکی از بارزترین کارشناسان آثار باستانی در ایران به ما بفرمایید که آیا آبگیری این سد سیوند به راستی آثار باستانی در منطقه رو تهدید میکنه یا این حرف ادعایی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی؟ ملاحظه کنید، این پاسخ به نظر من خودش یک برنامه مفصل رو میطلبه تا من از ابعاد مختلف بهش بپردازم که این فرصت نیست. در وضع موجود دو مسئله در مورد این آبگیری مطرحه، یعنی اون بخشی که به صورت دریاچه در پشت سد قرار خواهد گرفت و دقیق این بخش یک چیزی حدود 13 کیلومتره. اهمیت این 13 کیلومتر به عنوان یک گذرگاهی که از پیش از تاریخ تا دوران تاریخی و دوران بعد از اسلام وجود داشته، از جهت دانش باستانشناسی و مسائل انسانشناسی از این اهمیت برخورداره که شما به شهادت آثار به دست آمده از 5000 سال قبل از میلاد در اونجا اثر داری. در دوران تاریخی استثنائی ترین اثری که تا به حال جای دیگه پیدا نشده، یعنی یک و دو
روستای دوره هخامنشی رو داری، یک آبرو یا یک مسیر عبور رو داری در داخل تنگه و بالاخره در دوره اشکانی آثاری دارید و در دوره ساسانی رشد این منطقه رو در زمینه تکنولوژی به اصطلاح ذوب فلز و قالب‌گیری و از سوی دیگر تولید پرحجم شراب برای صادرات رو دارید. این مجموعه مسئله و این که در طول هزارها این مسیر عبور و گذر پنج ایل عمده بوده است، مجموعه مسائل یک هویتی رو به این مسیر کوتاه میبخشد که در کمتر جایی میشود این هویت پیوسته رو داشت، اگرچه ممکن است آثاری که در اینجا به دست آمده چنانکه باید از نقطه نظر دید عامه مردم و جنبه موزهی اون چهره پرشکوه را نداشته باشه. نکته دومی که در اینجا مطرحه، ویژگی دشت پازارگاده که آرامگاه کوروش بزرگ و مجموعه قصرها در اونجا هست. این ویژگی دشت طوری است که قدرت آبکش داره، به همین دلیل در دوران کوروش وقتی اینجا ساختمان شده است کفسازی با 80 سانتی متر سنگ انجام گرفته. این جزء استثناءات، یعنی کف ایجاد شده، پیسازی شده، روی اون یک سنگ 40 سانتی از نظر قطر آمده و روی اون باز یک 40 سانت دیگر. اینها همه به دلیل شناختی بوده است که معماران زمان داشتن برای اینکه از نفوذ آب زیرزمینی جلوگیری کنند. دو دیگر در اینجا وقتی این دریاچه 13 کیلومتری آب بسته میشه، به طور خیلی روشن میتواند میزان بخار آب اشباع شده رو در هوا ببره بالا و از اونجایی که تمام سنگهایی که در آرامگاه به کار رفته و در تمامی بناهای پیرامون تمام سنگهای آهکی هستن، به شدت در قبال مسئله رطوبت و بعد خشکی یعنی تابش آفتاب میتوانند آسیب پذیر باشند و میتوانند پوسته بشوند. بنابراین دو زمینه است که مورد نگرانیه و این هر دو زمینه رو میبایست در یک سمیناری با حضور باستانشناسان خبره‌ای که در پیوند با دستگاه حکومتی مشغول کار نباشند از اونا نظرخواهی میشد، که این کار نشد. کارشناسان جوان باستانشناسی ما با تمام نیرو که این دو سال گذشته تلاششون رو کردن و چند هیئت خارجی، ولی قرار بود این جمع‌بندی در یک نشست گسترده با حضور چهره‌های شناخته شده درون و بیرون صورت بگیره، که این کار انجام نگرفته. من همین توضیح رو تا اینجا بسنده می‌کنم و اگر فرصتی باشد به دلیل اهمیت مسئله به جهان‌نما و نقش جهان خواهم پرداخت. بله، به اون موضوع هم خواهیم پرداخت، با شما خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای پرویز ورجاوند، تهران. آقای فرامرز فروزنده در لس آنجلس، با درود به شما. سخنان گفته های آقای ورجاوند رو به عنوان یک کارشناس باستانشناسی شنیدید. شما به عنوان یک کارشناس برنامه ریزی و بودجه که در ساختن صدها هم ناظر بودید در ایران پیش از انقلاب، آیا در ساختن سد سیوند ملاحظات به اصطلاح باستانشناسی و باستانشناسی در نظر گرفته شده؟ مبانی که در این موارد معمولا در تمام کشورهای جهان در نظر گرفته میشه که آسیبی به محیط زیست نرسه و از این قبیل، آیا در این مورد این ملاحظات رعایت شده؟ اگر متشکرم از فرصتی که به من میدید و اجازه فرمایید، من استناد میکنم به اظهارات آقای جلال جامعی در سال 83 که کاملا نشانگر این نکته هست که در پروژه سد سیوند مطلقا به مسائل فرهنگی و باستانشناسی توجهی نشده است
و مهندس مشاور و دستگاه اجرایی به این نکته نپرداختند. اظهارات کوتاه آقای جلال جامعی در 30 شهریور 1383 چنین است: طبق مصوبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساخت هر پروژه بزرگ نظیر سدسازی باید گزارشاتی در مورد تهیه ساخت تهیه شود که این گزارشات شامل بررسی‌های مختلف در حوزه‌های نظیر زمین‌شناسی، عمران، اقتصاد و آب و هوا می‌باشد. حتی اخیراً با پیگیری‌هایی که مسئولان سازمان محیط زیست صورت دادند، گزارشات محیط زیستی نیز به طرح‌ها اضافه شده است. اما در مصوبات سازمان مدیریتی هیچ اشاره‌ای به تهیه گزارشات در مورد موضوع غرق شدن محوطه‌های باستانی یا تخریب آنها نشده است. به همین علت نیز مشاور طرح ساخت سد سیوند توجهی در پی به این موضوع نداشته است. این سند، این اظهار نظر که نشان می‌دهد که مهندس مشاور، البته توجیه آقای جامعی بسیار ضعیفه، چرا که مطالعات مهندس مشاور در مورد هر پروژه عمرانی فقط محدود به اون چه که به طور سنتی مطالعاتی است که در طرح‌های عمرانی باید انجام بشود نیست، بلکه هر پروژه ملاحظات خاص خودش رو داره. شما وقتی در کنار تخت جمشید، در کنار پاسارگاد دارید یه پروژه عمرانی رو پایه میذارید، یکی از بخشایی که باید بهش توجه بکنید و در ازای اون مبالغ هنگفت به مهندسین مشاور پرداخت میشه، همین توجه به ویژگی‌های باستانی و فرهنگی اون منطقه است که پروژه داره در اون شکل میگیره. اظهار نظر مجری طرح نشان میدهد که به این موضوع مطلقا توجه نشده است و این با حسن نیت ترین برداشت ممکن هست نسبت به این اشتباه بزرگ تاریخی نخواهیم به دنبال تئوری توطئه بریم که این عدم توجه عمدی بوده است یا خیر. خانم شکوه میرزادگی در دنور کلرادو، این موضوع رو، آبگیری سد سیوند رو، شما چطور ارزیابی میکنید؟ به عنوان یکی از مسئولان کمیته بین المللی برای نجات آثار باستانی در دشت پاسارگاد، و آیا کمیته‌ای که شما مسئولش هستید در ارتباط با این اقدام جمهوری اسلامی چه عملیات یا اقداماتی به عمل آورده در تماس با سازمان‌های بین المللی مربوطه؟ در واقع اون چیزی که این دو سوالی رو که کردید، ابتدا باید گفت آبگیری سد سیوند که حدود نزدیک به 2 سال کمیته بین‌المللی نجات معتقد بود، نه به دلیل اطلاعات خودش، به دلیل اطلاعات باستانشناسان و کارشناسان که اثر میذاره روی دشت پاسارگاد و مقبره کوروش، بالاخره پریروز از زبان رئیس میراث فرهنگی، یعنی 8 بهمن، آخر وقت 8 بهمن، آقای رحیم مشایی گفتند آبگیری سد سیوند بنابر نظر کارشناسان و باستانشناسان بدون مانع است. البته من نمیدونم این کارشناسان و باستانشناسان که کجا هستن که ایشون مراجعه کردن بهشون. بعد میگن تنها مشکلی که دارد رطوبت سد است که به مرور دشت پاسارگاد و مقبره کوروش رو اثر میذاره روش، ولی قراره که بعد از آبگیری ما به تدریج کارهایی بکنیم که این ماجرا برطرف بشه. حرفی که آقای رئیس میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور ایران زده نشونه اینه که دشت پاسارگاد و اون چی که آقای دکتر ورجاوند الان شمردند چه چیزهایی رو، تنگه بلاقی و مقبره کوروش رو به خطر میندازه. کمیته بین المللی نجات نزدیک به 2 ساله که مدام این مسائل رو به تمام سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای بین المللی اطلاع داده، به مردم جهان، از مردم جهان خواسته، خواهش کرده، تقاضا کرده که توانشونو به کار بگیرند و جلوی این فاجعه فرهنگی رو بگیرند. چنان که دیروز هم جلوی موزه بریتانیا که یکی از موزه های دنیاست که آثار زیادی از ما رو داره، برای مردمی که داخل موزه می رفتن، بچه ها، جوون های ایرانی و غیر ایرانی توضیح دادن که چه فاجعه ای رو در هفته آینده منتظرش هستی. بله. آقای دکتر بهرامیان، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سد اسوان زمانی که در دوران عبدالناصر، جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر ساخته شد، همین مشکلات رو در اول و اوائل داشت و همین نگرانی ها رو برای زیر آب بردن آثار باستانی مصر. اما راه حل هایی پیدا کردن با استفاده از تکنولوژی مدرن و انتقال به اصطلاح بعضی از آثار باستانی در منطقه. شما این دو رو چطور قیاس میکنید؟ آیا راههایی هست که سدی ساخته بشه و لطمی هم زده نشه به آثار باستانی در منطقه؟ بله، در مورد مصر فرمودین، همه جای دنیا وقتی پروژه پیاده میشه پیشبینی‌های لازم رو میکنن. من جمله در مورد اسوان پیشبینیشون این بود که آبگیری صدمه میزنه به آثار تاریخیشون، مسلمه اینا رو جا به جاشون کردن و تکنولوژی این اجازه رو میده. مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه که در اینجا هم داریم بحث میکنیم. همین که آقای دکتر برجاوان فرمودن، اقدامی که در مورد این مسئله پیش اومده در ایران بی توجهی دولت نیست. توجه داشته باشید، ابدا بی توجهیش نیست، بلکه وقتی شما یک ملتی رو میخواین از بین ببرین و نابودش بکنین، ریشه هاشو میزنین. یعنی چی؟ ریشه های فرهنگی و تاریخیشو میزنین، آثار باستانیش رو از بین میبرین، بی فرهنگش میکنین، مواد مخدر رو در جامعه توسعه میدید، به این ترتیب ملت رو به خواب غفلت فرو میبرید و بعد میتونین اموالش رو به تاراج ببرید. در مورد ایران و این رژیم هم عیناً این مسائل پیش اومده. یعنی در جهت استعمار کشور که اینها در عوامل اون گروه هستن، هدف از بین بردن آثار تاریخی و فرهنگی یک جامعه هست، یک ملته، نابود کردن یک ملته، نه این فقط صد رو ساختن آثار پاسارگاد از بین بره. شما نگاه کنید در مورد تخت جمشید چیزی باقی نمونده در تخت جمشید، علت و الفیل همه چیزش از بین رفته در این چند سال گذشته و این هم یک نمونه بارز دیگه است برای از بین بردن مقاومت ملت. ولی این تخت جمشیدی که می‌فرمایید، همین چند پیش سر یکی از مجسمه‌ها رو ظاهراً قطع کردن و به هر دلیل یه گروه فیلمبرداری بودن و بسیار بازتاب پیدا کرد در داخل کشور از طرف مردم. اعتراض از طرف مردم بود، ولی بی‌توجهی دولته، بی‌توجهی به کفایت این رژیمه که قصد نابودی فرهنگ این ملت رو داره، ضعیفش کنه تا بتونه برش حکومت کنه. مسئله سیاسی است. ریشش خیلی عمیق‌تر از این هاست. بله، به این ریشه ها میپردازیم و سخنانی در این زمینه قطعا خواهد بود. اما اجازه بدید آقای دکتر پرویز ورجاوند در مورد میدان نقش جهان در اصفهان سخنی داشتن در که مربوط میشه به هر حال به این برنامه. آقای دکتر ورجاوند میفرمایید؟ بله، در عرض کنم دوستون، در مورد مسئله میدان نقش جهان به این دلیل من اشاره کردم که اهمیت دارد که یونسکو تا 11 فروردین قرار بر این است که مثل همه کشورهای دیگر گزارش خودش رو در قبال تصمیمی که یونسکو گرفته و ابلاغ کرده رو دولت ایران به اونها بدهند. یعنی شما بیشتر از 4-5 روز دیگر زمان برای این مسئله در پیش ندارید. این بنای جهان‌نما میبایست با توجه به تمامی تعدیل‌هایی که شاید نامعقول بود، قرار بر این شد که در یک بخشی از این مجموعه، یعنی در ضلع غربی 28 متر و در ضلع شرقی 12 متر از این ارتفاع کاسته بشود. تا به حال فقط 1-8 متر در ضلع غربی اینجا از بنا کاسته شده و الان به دنبال چانه‌زنی ها قول این رو داد روزهای آینده دو طبقه دیگه، یعنی 8 متر دیگر رو هم تخلیه بکنن. این مسئله جالبی است که شما می‌بینید شهرداری اصفهان که به عنوان مسئول حفظ
این شهر فرهنگی که به اعتبار قادر بر این خواهد بود که به عنوان پایتخت فرهنگی مشرق زمین در دنیا تجلی پیدا بکنه، به صورت چانه‌زنی در مقابل تمامی کارشناسان ایستاده و با توجه به عوامل پشت پرده که حمایت میکنند از پایدار ماندن جهان‌نما، با وجود اینکه در چند ماه گذشته چیزی بالای 5 میلیارد از سازمان میراث گرفته، میگوید این پولی که من گرفتم فقط برای یه طبقه و نیمه، برای بقیه اون طبقات هم شما باید پول بدید. ببینید مسئله میدان نقش جهان که در پیوند با میدان کهنه و بعد مسجد جامع میتواند مجموعه تاریخی و فرهنگی و چشمنداز فرهنگی اصفهان رو بهش یک هویتی بدهد که برای همیشه در دنیا یک الگو بماند. امروز در جریان چانه‌زنی بین یه آدمی است به عنوان شهردار و یه تعداد آدمی به عنوان اعضای انجمن شهر که با اون شرایط آنچنانی انتخاب شدند و بدون اینکه شما بخواهید به طور مثال انجمن باستانشناسان معتبر ایران اظهار نظر بکنند، انجمن معماران که در زمینه حفاظت بافت‌های قدیم صاحب نظرند اظهار نظر بکنند، یک چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بین دو واحد این مملکت داره یکی از استثنایی ترین، من با جرأت میگویم بین میدانهای جهان، میدان نقش جهان از یک هویت و اعتبار فراوان، نه از بود معماری که از بود منعکس کردن ویژگی های دوران صفوی که تغییراتی رو در فضای اجتماعی وجود یک چنین میدان مرکزی به وجود آورده، این باید به روی چشم ما این رو ازش خواستاری کنیم. ولی با کمال تأسف این مسئله شده است به عنوان چانه‌زنی قدرت های مربوط به جناح‌های مختلف حاکم و سرانجام در شرایط کنونی با اینکه انجمن شهر اونجا و شهردار اونجا و سازمان میراث فرهنگی موجود همه در قالب یک جناح معین در واقع طی این چند سال قدرت رو در اختیار گرفتن، باز هم می‌بینید که رو در روی هم قرار می‌گیرن بدون اینکه به منافع ملی کوچکترین داشت معقولی رو داشته باشه. سپاسگزار هستیم آقای دکتر ورجاوند، به شما بدرود میگیم در تهران. به سد سیوند برمیگردیم. آقای فروزنده در لس آنجلس اشاره شد که بی توجه هست دولت در ساختن این سد به آثار ملی و میراث فرهنگی ایران و ایرانیان. علت این بی توجهی رو شما ناشی از چی میبینید، اگر وجود داره این بی توجهی؟ بقیده من در آغاز این فقط بیتوجهی نبود، از بلکه چنان که آقای بهرامیان هم اشاره کردند نوعی مخالفت و ضدیت با هر آنچه که متعلق به ایران باستان بود در جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و کماکان در بخشی از این حاکمیت وجود دارد. البته این به معنی این نیست که در داخل ایران عناصر دلسوز نسبت به فرهنگ و تمدن ایران نیستند، اما متاسفانه اونهایی که دست بر قدرت دارند به جناحی تعلق دارند که اون جناح یا اون دار و دسته به تنها دل مشغولی که مشغول نیستند فرهنگ و تاریخ ایران باستان هست. بنابراین این قفلت بخشیش جنبه فنی داره، بیتوجهی به محل ایجاد سد داره، از نظر فنی کار مهندس مشاور زیر سوال هست، ولی در بخش بزرگترش مخالفت با هر آنچه است که ایران و ایرانی نام بر اون می شود گذاشت. بنابراین
من دلیل این بی‌توجهی رو در دو سو می‌بینم. یکی به عنوان یک کارشناس از نظر فنی وقتی پروژه رو نگاه می‌کنم می‌بینم در مراحل مختلف کار بهش توجه نشده، در بخش دیگری که نگاه می‌کنم می‌بینم خب این بخشی از حرکت جمهوری اسلامی ایران در طول دوران حاکمیت خودش است که تمام آثار وجودی فرهنگ ایران غیر اسلامی رو در واقع از میان ببرد. یک نکته دیگه که شک منو برمی‌انگیزه این است که در جریان ساختن این ساعت و سالها طول کشیده، خاکبرداری های متعدد شده است، احتمالاً بسیاری از آثار کشف شده و امروز شما میتونید در بازارهای مختلف دنیا اونها رو پیدا بکنید. شاید برای شما جناب جالنگی جالب باشد بدونید که امروز قیمت آثار باستانی ایران بسیار پایینه در بازارهای بین المللی به دلیل کثرتش. این رو بر چه اساسی میفرمایید آقای فروزنده؟ گزارشی در این زمینه دارید که گزارش‌های تایید شده هست؟ اگر مایل باشید بله، در این مورد گزارش‌هایی هست و اینا رو می‌شود در برنامه‌های دیگری اگر بله. داشته باشید خدمتتون تقدیم کرد. بسیار بسیار این قیمت‌ها پایینه، یعنی دوره‌ای است که علاقمندان آثار باستانی توصیه بهشون میشه و تشویق میشه اگر که مایل هستن برن در بازارها و آثار موجودی رو که در انواع اقسام بازارهای مختلف وجود داره از آثار باستان ایران تهیه بکنن، چرا که به مجرد اینکه تحولی در ایران اگر به وجود بیاد در آینده و دولتی بر سر کار بیاد که نسبت به میراث فرهنگی ایران احساس تعهد بکنه، دیگه بازار به این راحتی نمیتونه میراث فرهنگی جامعه بشری رو که در خطه سرزمین ما واقع شده است داشته باشه و باهاش بازرگانی بکنه. من فکر میکنم اصرار بر آبگیری سد سیوند یه بخشیش به خاطر پوشاندن تمام این حرکت‌ها و احتمالاً دست یازیدن‌های بی‌رویه بر آثاری است که در طول این سال‌ها پیدا شده. وقتی سد آبگیری بشه نه حسابی و نه کتابی در کار خواهد. تماشاگر ساعت 7 تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. خانم شکوه میرزادگی، در ایران هم دست کم 47 سازمان غیر دولتی که بیشترشون در اصفهان هستند، شهر تاریخی اصفهان، از جمله کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ اصفهان، انجمن وحدت جوانان ایران باز هم اصفهان، کانون ایرانشناسی پاسارگاد تهران، کانون جوانان پارس، شیراز، مؤسسه مهرآیین، راهمرمز و بقیه شهرهای ایران اعتراض کردند به سد ساختن سد سیوند، آبگیری سد سیوند و پیامدهای اون. به نظر شما این اعتراض‌ها یا پیشنهاد شما چه راهی میتونن پیدا کنن برای اینکه این اقدام جمهوری اسلامی چنانچه در ضدیت با آثار تاریخی و فرهنگ و هویت تاریخی یک ملت و کشور هست متوقف بشه؟ به نظر من خیلی میتونه کارساز باشه، همون اندازه‌ای که در مقابل کاری که خلخالی میخواست بکنه در تخت جمشید و مؤثر واقع شد، این گروه های غیر دولتی، این جوان های غیر دولتی در واقع از نه تنها اقداماتی رو، نامه هایی رو نوشتن، اقداماتی کردن، حتی به مجلس، به نمایندگان مجلس متوسل شدن، به رئیس جمهور نامه نوشتن، هر کاری که در اون سرزمین امکانشو داشته انجام دادن برای این کار. من دو نفر از به همین جوانها نامه‌ای رو به کمیته نوشته بودن که حتی رفتن سراغ یه آیت اللهی و از این آیت الله پرسیدن که وقتی که نام کوروش در دو کتاب آسمانی، یعنی در تورات به نام نجات دهنده و در قرآن به نام ذوالقرنین، چگونه دولتی که یک دولت مذهبیه میخواد آرامگاه این شخص رو ویران بکنه. من نمیدونم این آیت الله چه جوابی به این جوانها داده، ولی اون چه که مسلمه، باز برگردیم به حرفهایی که در ارتباط با تاریخ زدایی، کاری که اینها دارن میکنن کاری است که دقیقاً برای از بین بردن، یعنی دولت آقای احمدی نژاد سعیش اینه که اون چیزی رو که مورد توجه و در مرکز اهمیت فرهنگی قرار داره از بین ببره
نگاهشون کاملا نشون میده، رفتارشون و حرفاشون، از جمله همون حرفی که آقای رحیم مشائی زدن در ارتباط با این که با این که میدونند اینها از بین میره این کارو خواهند کرد. ولی من فکر میکنم جوانهای ما اون لحظه آخر، کل مردم لحظه‌ای که قرار بشه تصمیم بگیرن، تصمیمشون رو خواهند گرفت و مقابل این نوع ویرانگری ها حتما اقداماتی خواهند کرد و حتما مؤثر خواهد بود. این پرسش رو از شما مطرح کنیم، با شما چرا برای از بین بردن آثار باستانی به این راه متوسل میشن یک حکومت که بیان و یه سد بسازن؟ واقعا ممکنه گفته بشه که ما قصد ما این هستش که یک سد بسازیم برای رسوندن برق به مردمی که احتیاج دارن و هیچ قصد تخریب آثار باستانی هم در بین نیست و استناد بشه به همین گروه باستانشناسایی که گفتم مشکلی نیست. ببخش بعد شما میفرمایید من از آقای بهرامیان پرسیده بودم. بفرمایید خانم نوزادگی، شما مقدم هستید. من ترجیح میدم ایشون بگن. بفرمایید. توجه داشته باشین صد ساختن برنامه های عمرانی مسلمه کشور رو میتونه به پیش ببره، ولی این 27 سال روند کار این رژیم، مسئله کار آقای احمدی نژاد نیست، روند کار این رژیم در این مبنا بوده که این ملت رو مقاومتش رو بشکنه. چجور میشه مقاومت یک ملت رو شکست؟ آثار تاریخش از بین میبرن، این فرهنگش میکنن، عرض کردن مواد مخدر رو به جامعه اشاره، در جامعه اشاره میدن و و و و غیره. این هم یکی از اونهاست. مسئله فقط بی‌توجهی نیست. از فنی اینا توانا هستن، کارشناسای فنی جهانی بودن کمکشون بکنن، ولی که مخصوصا به این امر توجه نمی کنن یا نشون نمیدن. قصدشون از بین بردن آثار تاریخی است، قصدشون از بین بردن مقاومت ملته. یعنی اون چی که ملت از آب و اجدادش به ارث برده این رو میخوان محو بکنن. محو فرهنگ یک جامعه باید بتونن رایش سوار بشن و حکومت بکنن و امیدوارم ملت خودش به خودش بیاد بتونه مقاومت بکنه. خانم میرزادگی در همین زمینه شما میخواستید صحبت بکنید؟ نه خیلی، من خواستم بگم که اینها درسته که صد رو زدن و ادعا میکنن که این صد برای اینکه کمکی به کشاورزان باشه، حتی اگر در روز اول چنین قصدی رو داشتن، اکنون که ظرف این یکی دو سال اخیر کارشناسان گفتن و ثابت کردن که این سد نه تنها کمکی به کشاورزان نمی کنه، بلکه محیط زیست اونجا رو نابود می کنه، 8000 درخت کهن رو از بین میبره و این یعنی این که برای همیشه اون منطقه رو از سازندگی کشاورزی محروم میکنه. بله، یعنی شما اشارتون به این هست که بعد از این هشدارها باید متوقف میکردن یا میتونستن متوقف کنن؟ بله، هر لحظه میتونن این کارو بکنن. بارها پیشنهاد شده که این سد رو در هر کجایی میتونستن متوقف کنن ساختمانشو و فکر دیگه ای انجام بدن. میلیون ها دلاری که خرج کردن برای این سد که واقعا اگر آقای فروزنده چون کارشناس این کار هستن میدونن این میلیون ها دلار لازم نبوده برای این کار هدر بره، با این حال این میلیون ها دلار رو میتونن از این سد به عنوان یک موزه تاریخی که بذارن و مردم برن اون رو تماشا بکنن، نه متوقفش کنن، نه آثار باستانی از بین میره و نه کشاورزان صدمه میبینن. به هر حال اون چه که مسلمه همه اینها نشون میده که اینها میخوان این جرم رو مرتکب بشن و چراش هم مشخصه. آقای فروزنده، اگر این طور بشه صد رو متوقف کنن، بهره برداری از صد و آبگیری شو، چه زیانهای خواهد داشت از نظر اقتصادی؟ جمهوری اسلامی چه مخارجی رو تحمل خواهد کرد یا هدر داده به اصطلاح؟ ببینید، اون چه که روشن هست وقتی طرحی به این مرحله میرسه قاعدتا شما هزینه هایی رو انجام دادید که اون هزینه ها به هر حال ضرری است که از کیسه ملت رفته. اما شاید سوال جناب چالنگی باید اینطور مطرح کرد، خسارتی که با توقف عملیات آبگیری سد انجام میشه و گذشتن از سد سیوند رو چگونه میشود جبران کرد؟
و در واقع می شود از پس این خسارت برآمد. بدون تردید ابتدا باید دید که اصلا اصل پروژه سد آیا شیوه مناسبی بوده است برای برخورد با مسائل کشاورزان منطقه. دو، نوع سد پیش بینی شده اصولا سدی بوده است که در اون منطقه باید زده می شد یا جور دیگری باید با نیازهای منطقه برخورد می شد. سه، مطلبی که در اینجا باید بهش پرداخت این است که بله، این سد رو می شود متوقف کرد، در کنار اون می شود موزه‌ای رو ساخت، از تأسیسات سد می شود در اینجا استفاده کرد و نشان داد که یه ملت هوشیار هر زمانی که متوجه اشتباهش بشه اون رو متوقف میکنه به قیمت قبول همه ضررهای مالی ممکن. ضرری که ملت ایران خواهد خورد از نظر فرهنگی به مراتب بیشتر از ضرری است که احداث این سد در یک جای نامناسب بهش وارد کرده است. 172 سایت باستانشناسی در واقع در معرض خطر نابودی قرار میگیره. من نمیدونم اگر قرار باشه قیمت این آثار رو و لایه‌های مختلفی رو که این آثار در سطح زمین در اون منطقه قرار گرفتن اینها رو مقایسه کنید با هزینه تمام شده سد، ما باید در اینجا بگوییم که در هر دو حال ما داریم ضرر میکنیم، اما ضرر کدوم کمتره؟ ضرر رو از کجا بیشتر جلوش رو بگیریم به نفع ملت تمام میشه. اشتباهی اگر انجام شده که من فکر میکنم که چیزی فراتر از فقط اشتباهات فنی است، اشتباهات فنی وجود داشته، برخلاف نظر دوستمون جناب بهرامیان من معتقدم که دستگاه برنامه‌ریزی ایران به طور کلی سیستم تفکر برنامه‌ریزی در دوران جمهوری اسلامی مورد تهاجم تفکر ضد برنامه‌ریزی در واقع ملاهای حاکم بر ایران قرار گرفته است و در واقع اونها هیچ نوع اندیشه برنامه‌ریزی مورد حمایت قرار ندادن در طول این سالها و سد سیوند یکی از نمونه‌های بارز اینهاست. فاجعه سد سیوند از دوران سردار سازندگی هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوران محمد خاتمی به اوج خودش رسید و احمدی نژاد میراث‌خوار اون دو شخصیت سلف خودش هست. بنابراین من فکر میکنم موضوع ضرر کمتر در اینجا هست. بله، با توقف عملیات سد سیوند به ما ضرر میخوره، اما سوال اینه اگر این کار رو ادامه بدیم خساراتی رو که بر سایت های مختلف باستانشناسی شناخته شده در اون منطقه هست بر آرامگاه صادر کننده اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر که دنیا به اون مباهات میکنه و یک میراث جهانی است که در خاک سرزمین ما قرار گرفته است، این خسارات چقدر خواهد بود؟ بله، در همین زمینه بزرگداشت 2500 ساله در نظام پیشین ایران در همین منطقه جشن گرفته شد در برابر آرامگاه کوروش. خانم شکوه میرزادگی، ارزیابی شما در قیاس بین سیاست‌های دو نظام پیش از انقلاب و پس از انقلاب در ارتباط با آثار تاریخی ایران چگونه و چی هست؟ البته در گذشته این امکانات برای باستانشناسی وجود نداشته، این امکاناتی که از نظر ژئوفیزیک آدم بتونه تمام اون منطقه زیر خاک رو بگرده و بر گاهی وقتا بعضی از مسئولان میگن خب این فلان صد رو هم در زمان گذشته ساختن، در اون زمان این امکان وجود نداشته، ولی طبیعیه که دولت گذشته با هر عیب و ایرادی که برای اون توضیح بدن برخی ها به آثار باستانی بسیار اهمیت میداده، به مسئله کوروش بسیار اهمیت میداده، یعنی میبالیده به اینکه کوروش متعلق به اون سرزمینه و ولی من فکر نمی کنم این دولت تا اینجایی که ما پیش رفتیم کمترین اهمیتی برای آثار باستانی قائل باشه. من دلم میخواد اینجا در ادامه حرفهایی که زده شد از نظر خسارت این سد این رو بگم که کمیته نجات یک سال و نیم پیش پیشنهاد کرد که این سد نیمه تموم رو به عنوان یک محل توریستی بذارن تا مردم برن و از اونجا رو نگاه کنن، بابتش پول میدن و این پول میتونه ظرف یکی دو سال جوابگوی اون هزینه‌ای باشه که از جیب مردم برای این سد پرداخت شده. یعنی
بلافاصله بازگشت پیدا میکنه این پول. بله، آیا آدرسی نشونی برای تماس با کمیته نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد هست؟ بله بله بله، www.savepasargad.com به هر کجایی هم که بزنن در اینترنت پاسارگاد یا بزنن به فارسی یا انگلیسی نجات پاسارگاد به سایت ما رجوعشون میدن. آقای دکتر بهرامیان، شما میخواستید در ارتباط با گفته های آقای فروزنده صحبتی داشت؟ همینجور آقای دکتر برجاوند فرمودن مسئله فقط کوروش نیست، سلطان مقبره کوروش نیست، اون یکی از آثاره. در اون منطقه آثار بسیار بسیار زیادی وجود داره که با زدن این سطح و به اصطلاح آب‌اندازی در این سطح تمام اون آثار از بین میره، فقط این یکی نیست. ضررهایی که شمرده شد از لحاظ مالی، ایران ضررهای بسیاری رو این 27 سال داده، ملت ایران هزینه های پرخرج رو داده. مگه این رژیم زیردریایی از روسیه نخرید؟ زیردریایی دیزلی مدل 1935 رو چندین زیردریایی خرید، در خلیج فارس انداخت که خلیج فارس احتیاج به زیردریایی نداشت، و امثال این خرج ها رو این رژیم بسیار انجام داده، فقط در مورد مسائل باستانی و سدسازی نبوده. و متاسفانه این ضررهایی است که ملت داده و میده تا زمانی که این رژیم برش حکومت میکنه. بله، آقای فروزنده، به نظر شما از با تخصصی که شما دارید در برنامه‌ریزی و بودجه، آیا ساختن این سد در مکان دیگه‌ای غیر از اینجا امکان پذیر بود و آیا ساختن این سد تأمین کننده نیازهای منطقه هست چون چه مورد بهره برداری هم قرار بگیره، یا امکان این وجود داشت که به اصطلاح برق رسونی به منطقه فارس رو از سد دز و سد دیگه‌ای که در مسجد سلیمان ساخته شد، سد رضا شاه که پیش از انقلاب نام داشت، از این سدها تأمین کنن؟ ببینید، متاسفانه گزارش هایی که در مورد ایجاد سد سیبند وجود داره بسیار ناقص و ناچیز هست. مطالعات مهندس مشاور مطلقاً جنبه این بخش رو نداره که مقایسه بخواد بکنه بین شیوه های مختلف و تشخیص بده که بهترین شیوه برای رسوندن برق به منطقه به صلاح پذیرفته شده است. نکته بسیار مهمتری که در اینجا وجود داره این است که اصولا به قابلیت منطقه توجه نشده. ببینید، جمهوری اسلامی ایران متاپدیده‌ای به نام صنعت توریسم، جز توریسم زیارتی، اصولا در 28 سال گذشته کار زیادی نکردن روش، و این در سالهای اخیر است که به توریسم میپردازن. اگر شما به خاطرتون باشد، در آغاز انقلاب اسلامی پرداختن به توریسم، گردشگری، نوعی جرم و وابستگی به آمریکا و نوعی به هر حال اقدامات نامفید تلقی میشد. این سد از همون جاها شروع میشه. به طور کلی در مطالعات فاز اول این پروژه مطلقا توجهی به این که در منطقه که ما داریم این کار میکنیم احتمالا در یک برنامه ریزی دراز مدت تغییر شیوه های معیشت ساکنین منطقه رو باید بهش نگاه بکنیم. یعنی اون برنامه ریزی مکرو و اون مستر پلنی که باید منطقه را حرکت بده وجود نداره و انجام نشده است. یه کارهایی در دوران پادشاه در گذشته ایران به نام طرح آمایش سرزمین، نمیدونم به یادتون هست یا نه، آغاز شده بود و در بعضی از نقاط ایران این مطالعات انجام شده بود. در اون منطقه این مطالعه انجام نشده و اثری در این مورد هنوز وجود نداره. البته قبل از اینکه مطالعات آمایش سرزمین به پایان برسه، جمهوری اسلامی همه چیز رو تیک اوور کرد و بستر کار آمد. من فکر میکنم که اصولا ساختن سد در اونجا ضرورتی نداشته. با امروز تکنولوژی و دانش به ما اجازه میده شیوه های دیگری رو برای رسوندن برق به مردم منطقه انتخاب بکنیم، و به طور کلی نگاه ما به تحول شیوه معیشت منطقه باید بر اساس ذخایری باشه که در دسترس مردم هست در اون منطقه. شاید منطقه پاسارگاد درسته که قابلیت های کشاورزی داره،
ولی قابلیت جذب توریسمش به مراتب بیشتر از قابلیت کشاورزی است. خانم شکوه میرزادگی، چه سازمان‌های بین‌المللی مربوط میشن و موظف هستند جلوگیری بکنن از تخریب آثار باستانی کشورها و چه اقدامات این سازمان‌ها در ارتباط با سد سیوند و آبگیری سد سیوند تا به حال انجام دادن؟ سازمان ها از سازمان یونایتد نیشن ملل متحد گرفته تا تمام سازمان های حقوق بشر و سازمان یونسکو و سازمان های وابسته به اون، اینها کسانی هستند که موظفن از نظر حقوقی، حقوق بین الملل، که حافظ منافع فرهنگی، مادی و معنوی ملت‌ها باشن، همونطور که در کنوانسیون 1972 ذکر شده. ما به تمام این سازمان‌ها نامه نوشتیم. عکس العمل این سازمان‌ها، یکی از اونها یونسکو که مهمترینشه و در ایران مرتب رفت آمد داره و روابط خوب دارن با ایران، سازمان یونسکو. حتی توضیح دادن اونطور که در نشریات گذاشته شده، در جام جم، در سایت جام جم نوشته بودن که مسئولین یونسکو گفتن این فاجعه ایست اگر این سد آبگیری بشه، و مسئولین میراث فرهنگی به شوخی گفته بودن که ما میخوایم یه موزه زیرابی اینجا درست کنیم، و حتما جواب دیگران رو هم یا ندادند و یا همینطور به شوخی برگزار کردن. به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که ما میتونیم بخشی از تاریخمون رو دوست نداشته باشیم، به عنوان مذهب، سنت، سلیقه سیاسی، عقیدهی، هر چی که فکر کنیم، اما حتی میتونیم اونو نقد کنیم، اونو رد کنیم، اما حق نداریم که این تاریخ رو، این بخش از تاریخ و هر قسمت از تاریخ ماست حذفش بکنیم یا ندیدش بگیریم. اینها تاریخ مادی و معنوی ما هستن، از اسکلت و چوب و سنگ گرفته تا هر گوشه از تاریخ ما در ژن ما و در سلول ما هستن، و ویرانی اینها یک ویرانیه که با حقوق بین الملل مخالفه و این جرم از طرف همه این سازمان هایی که من نام بردم. خیلی کوتاه به ما بفرمایید خانم میرزادگی، امید دارید که جمهوری اسلامی متوقف کنه این آبگیری رو؟ اگر نه، چه رایی هست برای جلوگیری از این تخریب؟ خیلی کوتاه بفرمایید. من به هر حال امید همیشه هست، به خصوص با آدمی مثل من، ولی این امید هست، بله، به خاطر جماعتی که در ایران هستن، مردمی که در ایران هستن و بخشی که در اون حکومت هم حتی هست که با این چیزها مخالفه. و در غیر این، من بعد از پس از این رو تنها راهی که وجود داره این که مردم توجه نشون بدن. ما رو محکوم میکنن، نسل من رو محکوم میکنن که چرا انقلاب راه انداختیم، اما همین نسل من بود که مقابل تخت جمشید نگذاشتن شخصیتی مثل خلخالی اونجا رو ویران کنه. شما نسل کنونی چگونه میتونین بشینین و نگاه بکنید که یکی از مهمترین بخش‌های بشری و ملی رو که در سرزمین ما قرار گرفته ویران بکنن و سکوت کنید؟ سپاسگزار هستیم خانم شکوه میرزادگی، دنور، کلرادو. سپاسگزاریم آقای فرامرز فروزنده، لس آنجلس، و با سپاس از شما آقای دکتر بهرامیان. ساعت 7، تفسیر خبر، هر روز از صدای آمریکا. ساعت 7، تفسیر خبر، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.